وسط جلسه بودم، بعد یهو زنگ زده. آقا نکنید شماره هر کسی رو دارید که قرار نیست بهش زنگ بزنید که. الان تازه میفهمم چرا آلمانی ها اینقدر رو داتنشوت حساسن و حاضر نیستن که شماره شون و اسمشون و آدرسشون رو همه جا بذارن. یه نفس عمیق میکشم. الان که دارم میرم دندون پزشکی، ولی گفتم که این یه بحث جالبه که با هم بکنیم. من یه سری چیزایی که فکر میکنم که مهاجرت شخصیت من عوض کرد، نگاه من به مسائل عوض کرد رو بهتون بگم. 12 تا مورد به ذهنم رسید، ولی دقیقا امروز وقتشه که بهتون بگم که دیگه من خوشم نمیاد کسی به من زنگ بزنه اینجوری، مخصوصا اگه طرف خیلی با من صمیمی نباشه. یعنی صرفا داشتن شماره همراه من دلیلی به این نیست که شما گوشی رو برداری بهم زنگ بزنی. یه تقریبا یه روبی وقت دارم که برسم به مترو، میخوام از مترو استفاده کنم برم سمت دکتر و توی این یه روب سعی میکنم چند تاشو بهتون بگم. اگه همش نشد برگشتنی برگشتو بهتون میگم. اولین مورد همینه، زنگ زدنه. ما تو ایران که بودیم این مدلی بود که خب راحت شماره کسی رو داشتیم بهش زنگ می‌زدیم، اتفاق خاصی هم نمی‌افتاد. اما اینجا اینجوریه که شما صرفاً داشتن شماره یک نفر دلیل به این نیست که گوشی رو برداری بهش زنگ بزنی. مثل در خونه‌اش میمونه. اگه شما یهو میری دم در خونه طرف بگی خب من اومدم، نمیگی دیگه. از قبل هماهنگ می‌کنی، برنامه‌ریزی می‌کنی، اگه دعوتت کرد، اگه همه چی اوکی بود، اون وقت میری در خونش. مگه اینکه طرف خیلی با صمیمی باشه. من مشکلی ندارم دوست صمیمیم بهم زنگ بزنه. حالا اگه زنگ بزنه، اگه نتونم صحبت کنم که ریجکتش میکنم، اگه بتونم هم که صحبت میکنم. اما اگه طرف دوست خیلی صمیمیم نباشه، دلم نمیخواد که اصلا نمیخوام جواب بدم. توضیح خاصی هم نداره. کما که امروز من توی جلسه بودم و ولم نمیکرد، هی زنگ میزد. این مورد اوله. پس وقتی اومدید اینجا خیلی احساس صمیمیت نکنید با آدما، مگه اینکه واقعا صمیمی باشید و زنگ بزنید. درستش اینه که وقتی میخواید به کسی زنگ بزنید بهش پیام بدید من میتونم الان بهت زنگ بزنم یا من میتونم یه ساعت دیگه باهات صحبت کنم. این چیزی بود که من تو ایران خیلی رعایتش نمیکردم و اینجا الان رعایتش میکنم و میدونم چقدرم خوبه وقتی بقیه به تو احترام میذارم و اینو رعایت میکنم. نکته دوم که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی تو ایران بودم از چیزی به اسم تقویم تقریبا استفاده نمیکردم. بذارید اونو بهتون نشون بدم. این بالونه رو میبینید؟ تقریبا ما هر روز میبینیمش چون توی خیابون ماست و خیلی باحاله. البته من تا الان بالاش نرفتم. اما مسئله دومی که میخوام بهتون بگم اینه که استفاده از گوگل کلندر یا حالا هر نوع تقویم دیجیتال چیزی بود که من اصلا تو ایران بهش عادت نداشتم. اما وقتی اومدم اینجا تقریبا بدون گوگل کلندر نمیتونم زندگی کنم. اصلا نمیدونم چه جوری این کارو میکردم زمانی که ایران بودم. شاید هم دلیلش این بود که خب همه چی هم رو برنامه نبود دیگه. وقتی همه چی رو برنامه نیست، همه آدما برنامه‌ریزی ندارن، این که حالا نیم ساعت یه ساعت یه چیزی اینور اونور بشه خیلی هم توفیری نمی‌کنه. اما واقعا مهاجرت این بود از زندگی منم تغییر داد. یعنی یه جوری شده که الان اصلا نمیتونم فکر کنم بدون گوگل کلندر چجوری میشه زندگی کرد. مثلا سومی که میخوام بهتون بگم مدرکه. اینجا ما با مدرک بیدار میشیم، با مدرک و کاغذ و سند زندگی میکنیم و میخوابیم. یعنی اینقدر مدرک و سند و کاغذ اینجا مهمه که یه حجم زیادی از خونه کوچیک ما رو همین برگه ها اشغال کرده. یعنی اونقدری که برگه ها فکر میکنم جا گرفتن خودم جا نگیرم. حالا نمیخوام غر بزنم، ولی تو ایران من خودم خیلی آدم سختگیر بودم، مدارک رو سعی میکردم نگه دارم ولی خیلی میشد مثلا اینقدر مدرک میشد. اما اینجا دستم باز نمیشه بهتون نشون بدم چقدر مدرک ما تو این 4 سال جمع کردیم و مجبوریم که نگهشون داریم. خود آلمانی ها میگن که وقتی یه بچه بزرگ میشه 18 سالش میشه به اندازه قدش مدرک پدرش باید بذاری کنار تحویلش بده. حالا شما فکر کنید دیگه. پس اگه میخواید بیاید اینجا در نظر داشته باشید اگه عادتتون اینه که مدارکتون رو دور بریزید و خیلی هم منظم نگهشون نمیدارید، آلمان با شما این کار رو میکنه. کاری میکنه که مدرکتون رو نگه دارید، بچه منظم و خوبی باشید که اگه اینطور نباشه احتمالاً
ضرر مالی میکنید و مشکلاتی میخورید در آینده. از اونجایی که من خیلی به مترو نزدیکم، سعی میکنم این نکته خیلی سریع بهتون بگم که مسئله چهارم استفاده از ایمیل. ما تو ایران خیلی از ایمیل استفاده نمیکردیم، یعنی من چون حالا شغلم برنامه نویسی بود یه جورایی شاید کارم و اینا میشد، ولی خیلی ایمیل کاربرد خاصی نداشت تو زندگی روزمره‌ام. البته الان نمیدونم، اما به هر حال من دارم 4-5 سال اینجا زندگی میکنم، شاید از 4-5 سال گذشته به این وقت خیلی فرق کرده باشه ایران. حالا اینجوری برای من تو بخش کامنت ها بنویسید، وان تا اون زمانی که من ایران بودم ایمیل خیلی هم جایگاه مهمی توی زندگی من نداشت، اما الان دقیقا مثل همون گوگل کلندری که بهتون گفتم، مثلا ایمیل یه چیز مهمه، یعنی تقریبا حالا هر روز نگم ایمیل مهمی برام میاد، ولی هر چند روز این اتفاق میفته و همین باید ایمیلمو چک کنم. و همین الان که دارم میام با یه چند تا ایمیل از سایت الستا که مربوط به مالیات هست اومده که شما سابمیشن مالیاتتون انجام شده برای سال 2023 و کانفرمیشنش برام اومده. پس این هم نکته بود که یعنی یه جوری عادت من رو نسبت به استفاده از ایمیل عوض کرد. دیگه فکر میکنم باید برم تو مترو و عقیهش رو برم براتون بگیرم. این اتوبوس ها رو میبینی؟ اتوبوس ها یه مبلغ کمی میگیرن، بعد میان کل شهر برلین شما رو میچرخونن. این منطقه هم که الان من هستم و میخوام سوار مترو بشم، این اشتاد میته هست متروش، این منطقه هم بهش میگن چک پوینت چارلی که یکی از مناطق توریستی برلینه. بنده همین الان پیاده شدم، تا خود مطبم 2 دقیقه پیاده دارم. الان تو مترو تمپل هوف هستم، این منطقه تقریبا مرکز به سمت جنوب برلینه و الان دارم میرم پیش دکتر خسروی که یک دکتر خیلی خوب و حاذقی هست و من که راضی بودم ازش. بحث تبلیغ نیستم، واقعا دکتر خوبیه، گفتم به شما معرفی کنم که سر صدای میاد، مثلا کسایی که برلین زندگی میکنن. مثلا این متروه بده صداش کم بشه تا من بتونم گزینه پنجم رو بهتون بگم. گزینه پنجم اینه که انتظاراتتون رو بیارید پایین. یعنی چیزی بوده که من موقعی که ایران بودم انتظاراتم زیاد بوده. یعنی اون موقع نمیدونستم که انتظاراتم زیاده نسبت به آدم ها، ولی بوده دیگه. اما از زمانی که اومدم اینجا طوری بار اومدم و شخصیتم عوض شده که انتظارم نسبت به آدم ها به کمترین حد ممکنش برسه. و کلاً انتظار داشتن چیز خوبی نیست، یعنی انتظار داشتن از آدم ها باعث میشه که شما اوورتینکینگ کنید، باعث میشه که خوشحال نباشید، هزار تا مشکل به وجود میاره. اما یکی از اتفاقای خوبی که شو گفت مهاجرت، مخصوصا مهاجرت به آلمان برای من رقم زد همین بود، همین پایین اومدن انتظارات. حالا من غیر از صمیمی‌ترین آدمای زندگیم که کما سعی میکنم که اینجوری هم نباشه، یعنی نسبت اونام انتظار نداشته باشم، اما تقریبا از هیچ کسی هیچ انتظاری ندارم که باید در کنار من باشه، در کنار تو سختی‌ها پیش من باشه. و فکر می‌کنم یکی از درس‌های خیلی خوبیه که مهاجرت بهم داد. و اگه روزم برگردم ایران سعی می‌کنم، یعنی برگردم ایران و بخوام زندگی کنم، سعی می‌کنم که همین لول از انتظارات رو حفظ کنم. حالا من منتظرم اونور چراغ سبز شه که میرم برای گذاشتن دندونم. نمیدونم چقدر زمان میبره چون پیچشو کاشتم، فعلا قرار دندون رو بذارن اونجا. بعدش هم ادامه ویدیو رو با هم دیگه میریم. از اونجا که الان من تو مطب نشستم، مطب دندون پزشکی، منتظرم که نوبتم بشه که برم کار دندونم انجام بدم و هیچ کسی هم اینجا توی اتاق نیست، میتونید ببینید هیچ ایرانی نیست. خیلی از ایرانی ها میان اینجا برای کار دندونشون. و شماره 6 که میخوام بهتون بگم یه جورایی مربوط به همین قضیه صحبت کردن در جمعی هست که ایرانی ها هستن. خیلی در رابطه با این قضیه حرف نمیزنن، اما من میخوام اینجا حرف بزنم در رابطه با موضوع عجیبی که خیلی ها با خندک کنارش رد میشیم ولی خودمون هم درگیرش هستیم. زمانی که تو ایران بودیم خب ما صرف نظر این که کی به حرفامون گوش میده کی گوش نمیده حرف میزدیم، حالا میخواستیم با تلفن حرف بزنیم یا هر جایی. 80 میلیون ایرانی هم بودن و هیچ مشکلی هم نبود. اما اینجا من نمیدونم چه حسیه، زمانی که ما احساس میکنیم یه نفر دیگه هم ایرانیه سکوت میکنیم، انگار نمیخوایم حرفای ما رو بشنوه. فکر میکنم که اکثریت جامعه اینجوریه، این فقط نیستش که من این حسو داشته باشم،
حالا این واقعا ریشهش از کجای نمیدونم. این مورد شماره 6 واقعا آزاردهنده است. خود آدم دلش نمیخواد این طور باشه ولی هست. حالا باید واقعا ریشه شناسی بشه که چرا اینجوریه. نه فقط من، تقریبا من مطمئنم که اکثر آدمایی که میشناسم همین حس و حالو دارن. یعنی زمانی که میفهمن که یه هم زبونی داره رد میشه از کنارشون، سعی میکنن سکوت کنن یا اصلا سویش کنن یه زبان دیگه. مثلا نمیگم کار پسندیده، کار خوبی نیست. چطور موقعی که ایران بودیم این کارو نمیکردیم، اما الان اینجا داریم کارو میکنیم. یه جورایی داریم فرار میکنیم از اصل خودمون. شاید هم زمانی که کسی صحبت ما رو نمیشنوه یک امنیتی رو احساس میکنیم که میتونیم در مورد هر چیزی آزادانه حرف بزنیم بدون اینکه جاج بشیم و کسی قضاوتمون کنه. حالا اینو شما بنویسید که به نظر شما چیه داستان، چرا این اتفاق میفته. خیلی در رابطه با چیزای طنز میسازن، میبینید شبکه اجتماعی هم هست که میان کلیپ های طنز میسازن، اما مطمئن باشید خودشون هم همین کارو میکنن. یعنی چیزی نیستش که چون دارن به طنز میگن خودشون هم درگیرش نیستن. حالا خیلی دیگه اینجا بحث و ادامه نمیدم چون الان تنها هم یه ایرانی دیگه میاد اینجا حرف های منو میشنوه. کلی هلار اومدم بالا، عرق کردم، الان دارم برای شما این صحبت میکنم، ترجیح میدم بقیه مواردی که تو این لیستم اینجا دارم و بذارم بعد کار دندونم بگم. البته امیدوارم که دندونم خیلی درد نگیره که بتونم حرف بزنم. بریم بقیه موارد رو بعدم ببینیم. دندونم رو کاشتم، یعنی دندونه که رفته روی ایمپلنت خیلی مشخص نیست، تقریبا رنگ دندون خودمه، و زدم بیرون از مطب دندون پزشکی تا شماره 7 رو بهتون بگم. شماره 7 اینه که من قبلا که ایران بودم همش نمیگم استراب، ولی یه حس این که قراری اتفاقی بیفته، یعنی همش در حال سورپرایز شدن بودیم یا قیمت یه چیزی بره بالا یا یک اتفاق عجیبی بیفته. یعنی بدنمون همیشه در حالت مکانیزم دفاعی بود، برای من که اینجوری بود. ولی تقریبا هر چقدر از روز اول مهاجرتم میگذره تا به امروز که تقریبا 5 سال اینجا، این از این حالت مکانیزم دفاعی خارج شدم و یه جورایی منتظر یه سورپرایز خیلی خاص و یه اتفاق ویژه نیستم تو زندگیم. نه اینکه منتظر چیزای خوب نیستم، منظورم اینه که اتفاقای غیر منتظره ای که یهویی بیفته نیستم. یعنی انتظار ندارم یهویی مثلا یه ماشینی بیاد اینجا بره توی این مغازه یا مثلا یه اتفاق عجیب و غریبی بیفته. از فردا صبح پاشم بگن که باید مردا رو بفرستین سربازی، کما اینکه داره آلمان رو این زمینه یکم کار میکنه که شاید پسرا دوباره برن سربازی. حالا اینو به شوخی گفتم، ولی واقعا داره چنین کاری میکنه. این هم یه جورایی خوبه، یعنی خیلی خوبه به نظرم. یه جورایی هم خب زندگی یک نواخت میشه، اما یک نواختیش هم خوبه. یک نواختی که آدم انتظار اتفاقای بد رو معمولا تو زندگیش نشته باشه خوبه دیگه. یعنی همین باعث میشه آدم بتونه برای زندگیش برنامه ریزی کنه. همین که آدم میدونه که فردا صبح که خواب پاشو قیمت مثلا یه چیز دو برابر نمیشه، با همون پولی که از قبل جمع کرده میتونه بره اون دیوایسی که میخواد، اون چیزی که میخواد برای خودش بخره رو تهیه کنه. وقتی تو ایران بودم هیچ وقت به سلامت روانم اونقدر بها نمیدادم. یکی از پارامترهای مهم نبوده برام. شاید مثلا مشکل جسمی برام پیش میومد قطعا میرفتم دکتر، ولی برای روح و روانم خیلی قدم خاصی هم بر نمیداشتم. اما از وقتی اومدم اینجا روی این بخش از زندگیم هم کار میکنم، یعنی این بود از زندگیم که آقا روان ما هم نیاز به پیگیری داره، یه مشکلاتی شاید باشه که ما حتی نمیدونیم. یعنی بعدم میره تراپیست و میفهمه اه چه مشکلاتی رو باش داشته، دست پنجه نرم میکرده. اینم یکی از اتفاقهایی بوده که برای من افتاده بعد از مهاجرت. میشه گفت از سال دوم مهاجرت من به این قضیه فکر کردم و از سال سوم شروع کردم تراپی، و از اون موقع الان چند تا تراپیست هم عوض کردم و این وسط هم روان پزشکی هم رفتم که اون مسئله ADHDیم که ADHD بزرگ سالانی که داشتم رو دایاگنوز کرد و الان هم دارم قرص میگیرم، یعنی قرص دارم استفاده میکنم. اصلا این قرص چی و این داستانش چی هم میتونم یه ویدیو ساختم، میتونید برید اون رو هم ببینید. منتها این هم یکی از اون عادتهایی بوده که من تو ایران نداشتم دیگه. یعنی شخصیتم جوری نبودی که خیلی هم به مسائل ذهنی و روانی و اینا بپردازم. شاید هم خیلی هم اصلا ولیدم نمیدونستمش. نه اینکه باور نداشتم به تراپیست ها، منظور این نیست. منظورم اینه که میگفتم خب آدم که حالش فیزیکی خوب باشه،
جیبش پر پول باشه احتمالاً روانش هم حالش خوبه. میشه گفت اینجا به خاطر اینکه دیگه ما درگیر اون نیازهای اولیه زندگیمون یا آزادی‌هایی که دنبالش هستیم و خیلی چیزای دیگه دنبال اونا نیستیم، برای همین ناخودآگاه ذهن میره میبینه کجا میتونم ایمپروومنت داشته باشم، اونجا رو درستش کنم و خوشحالم. یعنی این تغییر نگاه من به مسئله رو اینو دوستش دارم. یه کم کم دارم نزدیک خونه میشم، سریعتر این ویدیو رو جمعش کنم. از شماره 9 بگم که موقعی که ایران بودم جست و گریخته هر از گاهی شاید یه باشگاهی هم میرفتم، ولی ورزش خیلی روتین انجام نمیدادم. اما اینجا من ورزش میکنم، قشنگ یک تغییر عادت تو من بوده که ورزش الان یه بخش مهمی از زندگی من شده. هم میدوام که احتمالا خیلیاتون میدونید، 7 ماراتون دویدم، 10K 5K دویدم، سال بعد میخوام ماراتون بدم. یه گروه 2 اینجا را انداختم با کمک دوستان و داریم هر هفته یک شنبه میریم میدویم جاهای مختلف شهر برلین و خودم باشگاه بدنسازی میرم و از هر نوع فعالیتی که باعث سوخت و ساز تو بدنم بشه استقبال میکنم. شماره 11 الکلیجات. جوری نبودی که من موقعی که ایران بودم دائم الخمر بودم، ولی خب میخوردیم دیگه، مشروب یکی از تفریحات ما بود چون تفریح زیاد نداشتیم ما جوان ایرانی و برای همین مصرفش زیاد بود، با اینکه اتفاقا مشروب اونجا ممنوع بود. اما وقتی اومدم اینجا اتفاقی که افتاده اینه که من با وجود اینکه خیلی هم مشروبات الکل اینجا در دسترس، تقریبا هر مغازه شما بری میتونی اینو بخری، اما مصرف مشروبات الکلی من بسیار پایین اومده، یعنی خیلی کمه، شاید ماهی دو بار، شاید هم رختایی نه، مخصوصا زمانی که میخوام بدوم یا مسابقه دارم اینا که اصلا نمیخورم. داشتن آدمایی که با شما هم مسیرن، من خیلی رو واژه مسیر و هم مسیر تاکید میکنم تو خیلی از ویدئوام، داشتن این آدما دور و برتون باعث میشه که مسیر زندگیتون لذت بخش باشه، سریعتر به مقصدهاتون برسید، چون مقصد یه دونه که نیستش. موتور، انقدر موتور کم توی برلین من میبینم، یه موتور دیدم تعجب کردم. آف تاپیک نشیم، اگه این آدما رو تو دور و برت زیاد داشته باشی، آدمایی که با تو هم مسیرن، قشنگ زندگیت هم رو روال میفته. من دوستای خوبی داشتم ایران و باهاشون هم در ارتباطم، یه سرشون هم که مثل من مهاجرت کردن، منتها شاید تو خیلی از مسائل با هم هم مسیر نبودیم. حالا همشون رو نمیگم، یه قالب زیادشون رو میگم، جمع زیادشون اینجوری بوده. اما اینجا آدمایی که با من در ارتباطم و من اونا رو دوست خطاب میکنم، آدمایی که خیلی از جنس خودم هستن، حالا نه شخصیتی ها، اون مسیری که بهتون گفتم، مثلا تقریبا هر کاری که من دارم انجام میدم اونا هم دارن انجام میدن، قدمایی که من میخوام بردارم اونا هم میخوام بردارن، اگه من میخوام مثلا اقامت دائم بگیرم اونا هم میخوام بگیرن، گواهی نامه اونا هم همینطور. خب یه بخش زیادش بخاطر اینکه همه هم مهاجریم، اما یه بخش دیگه‌اش اینه که هممون میل به پیشرفت داریم، حفری هم هست منتها میل پیشرفتمون هم هست و از جنس هم هستیم. اینو من تو ایران خیلی شاید آگاهانه دوستی هامو انتخاب نمی کردم، حالا یه اتفاقی می افتاد و با یه کسی دوست می شدم، اما اینجا مدلش اینجوریه که انتخابم زیاد نداری یا فکر کنی که خیلی مثلا ایرانی هست و میتونی بهش بینشون انتخاب کنی، اما ناخودآگاه جذب کسایی میشی که مثل خودت هستن و این خوبه. اینو من دوست دارم، اینم جزو عادتایی بود که من خوشحالم که الان این شکلی شدم. بریم سراغ شماره 12. این ساختمونای گنده رو می‌بینید دور و بر من، یکیش اکسلش رینگاه، منم که ساختمون بیلده. فکر نکنید که ما تو آلمان تو این ساختمونا زندگی می‌کنیم، نه، غالب ساختمونای مخصوصا شرق آلمان و توی برلین ساختمونای قدیمی هستن و علل خصوص توی برلین ما خیلی خونه‌های کوچیک داریم، یعنی اگه نوساز باشن احتمالا خیلی کوچیکن. یکی از اون چیزهایی که من توی ایران داشتم و اینجا از دستش دادم، تجربه زندگی توی یک خونه بزرگ بوده. خب من خونه پدر و مادرم که بزرگ بوده، خودم هم که بعدها خونم رو جدا کردم و مجردی زندگی میکردم، بازم خونم بزرگ بوده. حتی اون موقعی که مثلا با شیدان بودیم ایران بودیم، مثلا خونم چون موقتی بود، بازم میدونستم که قرار نیست ایران بمونم، بازم با این وجود مثلا 75 متر خونه بوده. اما اینجا داریم توی خونه 40 خوردی متری زندگی میکنیم و این فقط خونه ما هم نیست بچه ها. اگه شما دنبال یه خونه نو توی برلین میگردید، مخصوصا مرکز شهر مثل اینجا، با
باید بالای 1500 1600 یورو در نظر داشته باشید و مبلغ بسیار زیاده، مبلغ کمی هم نیست. کاری که آلمان با من کرد اینه که عادتم داد که بتونم تو یک خونه کوچیک زندگی کنم. حالا عادت خیلی بعدی هم نیست، خوبی هم نیست، ولی ترجیحم واقعا اینه که بتونم یک جای بزرگتری رو پیدا کنم. این 12 تفاوت سیاوش توی ایران هست و سیاوشی که داره 5 سال اینجا زندگی میکنه، یعنی کسی که قبلا هیچ مشکلی نداشت کسی بهش زنگ بزنه، ولی یعنی الان مطمئنن اگه کی یه هوی بهش زنگ بزنه ناراحت میشه و انتظار نداره، یا اینکه الان عادت کرده تو خونه کوچیک زندگی کنه یا به سلامت روانش خیلی بها میده. این تغییرات غالبا خوبی بودن، یعنی تو این 12 موردی که بهتون گفتم. حالا اگه شما اینجا زندگی میکنید، منظور از اینجا حالا آلمانه، یا اینکه نه کلا توی کشوری زندگی میکنید خارج از ایران هستید و فکر میکنید خودتون هم تغییری کردید بعد از چند سال زندگی، تو بخش کامنت ها بنویسید، شاید بتونه به کسی که میخواد مهاجرت کنه کمک کنه. مخلصیم تا ویدیو بعدی. تا نگهدار.